درود بر بینندگان گرامی، مهرام علیکی هستم. برنامه ناگفته های تاریخ رو از شبکه جهانی تلویزیون ایران آریایی به طور زنده از طریق سکایپ برای شما اجرا میکنم. امروز 16 اکتبر مطابق با 24 مهر ماه هستش. خب، 2 روز پیش یعنی 14 اکتبر یا 22 مهر زاد روز شهبانو فرح پهلوی بود که واقعا خب همه تبریک گفتن و بانویی در صحنه سیاست ایران درخشید که واقعا در طول تاریخ 1400 ساله ما از بعد از حمله عرب بی‌نظیر بود. البته با حمایت شوهر نازنینشون محمد رضا شاه پهلوی که تاج بر سر ایشون گذاشتن و ایشون مجلس شورای ملی ایشون رو نایب السلطنه کرد. البته لیاقتش رو هم داشتن، ارزش هم داشتن. دیدیم که پس از رفتن شاه هم ایشون چه زحماتی کشید، فرزندانشون چجوری بزرگ کردن در غربت با تمام ستمهایی که به ایشون روا شد و خانواده ایشون. به حال باز هم زاد روز شهبانو فرح پهلوی رو تبریک میگم به همه ایران پرستان و خود شهبانو و خانواده نازنینشون. خب خدمتون بگم که میگن که چو بد پروری خصم جان خودی. این انگلستان انقدر این اسلامیستا و این آخوندها رو پرورش داد برای کشورهای ما که به چاپن اون منطقه رو بخورن چپاول کنن و بعد انقدر دست و بال این اسلامیستا رو تو مملکت خودش هم حتی باز گذاشت که مثلا سینه زنی یا مثلا غم زنی اینها خود آزاری مازوخیسمه و ممنوع در ملأ عامه چنین کارهایی رو انجام بدن که بد آموزی داره برای جوانان و کودکان و اینها. اما انگلستان اجازه داد که هم دسته سینه زنی را بیفته سینه بزنن و هم قمه بزنن خون را بیفته و اینا، که واقعا خیلی تعجبه در یک کشوری که ادعای این میکنه که خیلی دموکراته و قوانین و اصول دموکراسی رو خوب رعایت میکنه واقعا یک چنین حرکتی هر ساله خیلی خیلی توحش رو در واقع تبلیغ میکنه. ملاحظه میکنین؟ و آزادانه گذاشته دست و بال اینا باز باشه این کارا رو بکنن. خب اینها هدفشون اینه که کشورهای غربی در رأس همشون انگلستان، فرانسه، آلمان، این سه تا کشور آنگلو ساکسن به اضافه دموکرات‌های اینجا، اینها تصمیمشون بر این، یعنی تصمیمشون رو از 43 سال پیش که شاه رو برداشتند و خمینی رو آوردن، این تصمیم رو گرفته بودن که اسلام رو تقویت بکنن و این خشونت‌هاش رو در واقع نادیده بگیرن که در بتونن ممالک ما رو بچاپن، منابع و معادنش رو بچاپن و مردم این مناطق فقط انقدر باشه که به فکر این باشن که از دست رژیم هایی که بر سر کار دارن جون سالم به در ببرن، همین، چیز دیگری ادعا نکنن. یعنی هرچی اینا چپاول میکنن اصلا مردم حواسشون نباشه به این موضوع. رازه میکنی؟ فقط هم من دیگه واقعا به این نتیجه رسیدم. ببینید ما کشورهای خاورمیانه‌ای و شمال آفریقا باید ملت‌های این کشورها به دولت‌هاشون ندارم کار ندارم، چون دولت‌هاشون همه مسمومه، همه رو همه این غربیا روی کار آوردن متاسفانه، ولی ملت‌ها باید همه با هم یکی بشن، با هم متحد بشن، هم پیمان بشن و این حکومت های فاسدشون رو که در واقع آبشورخانش در از
از خود این کشورهای غربی یعنی انگلیس و فرانسه و آلمان و دموکرات‌های اینجا هستش رو در واقع برکنار بکنن و حکومت‌های ملی روی کار بیارن در کشورهاشون تا بتونن نجات پیدا کنن. به هیچ وجه نباید بنشینیم منتظر آقای ترامپ باشیم یا آقای پومپو باشیم یا یکی دیگه باشیم، هیچ ابدا. خب ممکنه سیاست هایی که برای مملکت خودشون به کار میبرن به نفع ما هم باشه تا یه حدودی، اما فکر نکنید که 100% بیان منافع کشور ما رو مردم ما رو در نظر میگیرن و برای ما کار میکنن. نه نه، چنان که دیدید با یه چقدر بود 30 میلیون دلار چقدر دادم به پومپئو، مجاهدین رفتن اونجا نشستن سخنرانی کرد، البته پس گرفت جای دیگه. ولی چه فایده داره که وقتی یه گروه تروریستی رو بهش بها میدی به عنوان کسی که اینقدر رو حساب میکردن و یکی از دولت مردای خیلی قدرتمند کابینه ترامپ بود، آقای پومپئو وزیر خارجش بود، قبلا رئیس CIA بود، اینها یعنی کاملا در رابطه با مجاهدین میدونه. کسی که رئیس CIA نمیدونه مجاهدین بوده، نمیدونه مجاهدین چقدر از آمریکایی‌ها، مستشاران آمریکایی رو چه نظامی چه غیر نظامی رو ترور کردن در ایران، اصلا یه گروه تروریستی بودن که اوباما اینا رو در آورد از لیست تروریست ها بیرون. چطور مگه میشه اینها رو ندونه؟ ایشون رئیس CIA بود، ولی این پوله رو گرفت رفت اونجا صحبت کرد. ما اعتراض کردیم، دیگران اعتراض کردن، بعد رفت گفت نه، هرچی که آقا گفت مردم نه دیکتاتوری شاه رو میخوان نه من دیکتاتوری مذهبی. ما خیلی، من یکی که خیلی معترض بودم به این حرف، عصبانی هم بودم به شدت و اعتراضم رو رسوندم به گوش ایشون به هر طریقی بود، هم از طریق تلویزیون هم برنامه من خودم ایمیل کردم به آدرسی که داشتم، فرقی نمی کنه، وزارت خارجه ترجمه می کنه چیز رو به فارسی به هر زبونی که صحبت کنید. و کسان دیگه هم به هر حال فعالیت کردن. بعد آمد گفت بله نه خب اون چی که مردم ایران انتخاب کنن ما به اون احترام میذاریم، ویدیوهایی که مردم میگفتن رضا شاه روحت شاد و اینها رو براشون پخش کردن، بعد ایشون اینو بود. ولی به هر حال من دیگه تو ذوقم خورد، یعنی واقعا تو ذوقم خورد و رفتم توی فکر، دیدم که نه ما واقعا اینطور که تاریخ نشون میده، اینطور که اسناد تاریخی رو من بررسی میکنم چون کارم اینه، میبینم که هیچ کشوری به فکر، هیچ دولت غریبه‌ای به فکر ملت یک کشور دیگری نیست، همه به فکر منافع خودشونن. لازم کنید بنابراین فقط خودمون هستیم که میدونیم برای خودمون در واقع کار بکنیم و اون چیزی که میخوایم بر سر کار بیاریم. لازم کنید خب همین امریکا، همین دموکرات‌های امریکا بودن که نذاشتن ظاهرشاه در افغانستان شاه بشه که همه مردم هم میخواستنش، گروه‌های مختلف حتی چپای افغانستان هم میخواستنش ظاهرشاه رو، قبول داشتنش، نذاشتن پادشاهی برگرده، کارزای آوردن و بعدم رئیس جمهورای که خودشون می آوردن و آخر همشون هم این آبروریز اشرف غنی که واقعا خیلی آبروریزی کرد، مملکت رو دو دستی داد دست طالبان، تمام اسلحه و مهمات هم داد دست اونا، ارتش هم خونسا کرد، خودش هم دلدرو که رفت. نه اینا این کارو میکنن، بر همین نمیخوان پادشاهی باشه، برای این کسایی رو بیارن از خودشون که رئیس جمهور باشه، هر موقع هم نخواستن بهش بگن ولکن برو، اونم ولکنه بره. همین کاری که اونجا کردن در افغانستان، اگر ظاهرشاه مونده بود و در اونجا پادشاهی میکرد و بعد از فوتش هم جانشینش بود، به هر حال امکان نداشت که بخواد به حرف امریکا یا این یا اون مملکتش رو بخواد بسپره دو دستی دست طالبان که مردم بیچاره فرار بکنن به طرف فرودگاه، آویزون بشن به هواپیما که میدونن این میره به آسمون، یکی بره لای چرخ هواپیما وقتی چرخ بسته میشه، یکی پرت بشه دوباره از هواپیما بمیره، تعداد زیادی اینجوری کشته بشن، برای که میدونن دیگه جونشون در امان نیست، این طالبان اومدن فقط میخوان بکشن و واقعا هم دارن همش میکشن. الان 5-6 رو که
جبهه مقاومت ملی پنجشیر که رهبرش احمد مسعود هستش دوباره پس گرفته از طالبان، چون یه چیزی حدود 60% از پنجشیر رو طالبان گرفته بودن تقریبا 20 روزی ما پیش. حالا به هر حال اون مناطق رو پس گرفته، مناطق دیگری رو هم پس گرفته و بعد الان چی داره پیدا میکنه؟ گورهای دست جمعی. یعنی شما فکر کنین این طالبان یه چیزی حدود 10-20 روز این مناطق دستشون بوده، اینقدر آدم کشتن که اینا رو ریختن توی گورهای دست جمعی، چال کندن ریختن سری رو رو هم و خاکم روشون ریختن هیچی، که اغلبشون هم دستاشون از پشت بسته بوده این بیچارا. ببینید این گروه ها رو بر سر کشورهای ما در واقع میذارن که اینقدر ملت رو تحت فشار قرار بدن که دیگه اصلا ملت به فکر منابع ملیشون نباشن، فقط اینقدر باشه که یه کاری بکنن جونشون در امان باشه. 43 سال پیش خمینی و داردسته اون آوردن رو کار که واقعا سرکرده اصلی طالبان همین جمهوری اسلامیه. میبینیم که تمام این گروه های تروریستی زیر دست اون کار میکنه، طالبان، القاعده، داعش، حشدالشعبی، حوثی‌های یمن، اینا همه برای زیر دست جمهوری اسلامی. مثلا ام الفساد همین جمهوری اسلامیه، مادر فساد. بنظر میکنید برحال اینه که واقعا الان ببینید در ایران که این دولت که سرکاره، این حکومتی که سرکاره، پوست مردم رو غلفتی کنده واقعا با همین اسلامش. در عراق این گروه که اون سرکار اومدن تازه مثلا صدام یزید کافر رو برکنار کرد آمریکا، کی آورد؟ از روزی که صدام رفته اینای دیگه اومدن هر روز تو عراق کشتاره، اینجا بمب میتره که اونجا بمب میتره که اینجا نمیدونم یه نفر به خودش چیز میبنده نارنجک و بم میبنده میره توی مسجد، میره توی خیابون، میره توی بازار، مردم رو میکشه. دائم تو عراق اخباری که به دست میاد یه عده کشته شدن. این از عراق. دولتش هم یه دولت به تمام معنا فاسد که نوچه جمهوری اسلامیه. اینم از وضعیت عراق. خب لبنان وضعش بهتره؟ نه، لبنان یه زمانی پایتختش بیروت رو میگفتن عروس شرق یا پاریس شرق در کل. و چی شد الان لبنان؟ اکثریتشون هم با مسیحیان بود، مسیح در اونجا در لبنان. لازم کنید اونجا هم این حزب الله رو آوردن در جنوب لبنان علم کردن که زیر دست همین مقتدی سر، زیر دست جمهوری اسلامیه این کارا رو داره میکنه. یک فساد تمام معنا. لازم کنید در چی سوریه همینطور، حافظ اسد همکار جمهوری اسلامی، مردم اونجا هی کشته میشن و اینا. در لبنان حدود یه ماه پیش بود که همین حزب الله توی رفته بودن توی یکی از این روستاها، از اونجا میخواستن موشک پرتاب کنن به طرف اسرائیل که مردم اون روستا ریختن این حزب الله لبنان یک کتک مفصلی زدنشون که اجازه ندادن از اون منطقه اینا بخوام موشک پرتاب کنن به طرف اسرائیل. مردم جنگ نمیخوان، میخوان زندگیشون رو کنن. اینا نمیخوان، اینا دست پرورده های غربن. لازم کنید تو کوه و کمرها اینا رو پرورش میدن، میندازن تو جون مردم. بنابراین باز تکرار میکنم ملت های این منطقه باید واقعا با هم یکی بشن و خودشون رو نجات بدن از دست این غربی ها. به قول محمد رضا شاه روح شاد باشه از دست این چشم آبی ها که اینجور ویران میکنن اون منطقه رو. برحال حالا این نماینده انگلیس رو بذارین عکسش رو بهشون بدیم. مهندس سیاوش خان شماره 9 هست، اگر لطف فرمایید خیلی ممنون میشم. بعد ایشون نماینده پارلمان انگلیس بودن که دیروز، بله دیروز، مثل که رفته بودن که کلیسایی، بعد یه مردکی که اول اصلا اول دولت انگلستان اعلام نکرد که این مرد کیه چیه، ولی من بلا فاصله وقتی خوندم خبر رو گفتم اسلامیه، طرف اسلامی رفته اینو کشته. اول نه اسمش رو گفتن نه خودش رو گفتن هیچی چی.
الان هم اسم یارو رو نگفتن، اینکه کجایی هم نگفتن، فقط گفتن از اسلامی های تندروه. خب بال کجاست؟ ایرانه؟ بال کجاست؟ بال کدوم کشور؟ با ضربات چاقو انقدر زده تو سر این نماینده پارلمان انگلیس که میگن مخالفم بوده با این اسلامیستا، نه؟ بعد طرف کشته شده. من نمیدونم واقعا این دول غربی برای ملت خودشون قبلا دست کم آسایش رو فراهم میکرد و میکردند و آرامش و آسایش رو براشون فراهم میکردن، به فکر ملت خودشون بودن، ماها رو میچاپیدن. ولی الان انقدر افتضاح شده که من میبینم کشورهای غربی ملت به فکر ملت خودشون هم نیستن، ابدا نیستن. چرا باید این وقایع توی انگلستان پیش رفته با اون پلیسش و با اون MI6ش و MI5ش و اینتلیجنس سرویسش چنین اتفاقاتی رخ بده؟ همین دو سال پیش بود که سرباز بیچاره رو وسط خیابون روز روشن یارو حزب اللهی جلوشو گرفت، از ماشین کشید بیرون، سرش رو خورد خورد برید. آخه این چه امنیتیه در یک کشور اروپایی مثل انگلیس، ملکه انگلستان؟ ها؟ تو پاریس، تو فرانسه هم همینطور، یارو با کامیون میره وسط سالگرد استقلال فرانسه از دست آلمان نازی، جشن گرفتن مردم، طرف با کامیون میره وسط اینا و هر کی رو میتونه زیر میکنه. یا مردم میرن مسابقه فوتبال ببینن، وقتی برمیگردن عمل میبندن به رگبار مسلسل. این چه ناامنیه که در خود اروپا هم ایجاد شده برای اینکه دست و بال این وحشی ها رو باز گذاشتن؟ این دولت مردا چقدر فاسد شدن در همه جا. بقول یه نفر میگفت تو انقدر این حرفا رو میزنی آخر سر خودتو به باد میدی. واقعا زبون سرخ سر سیاه رو به باد میده، اینم هستش واقعا. به هر حال این نماینده بیچاره رو کشتن، حالا این که مخالف با این اسلامیستا بود و اینجوری به این طرز فجیع کشتن. حالا اسکاتلندیارشون اعلام کرده که بله این یک اسلامیست تندرو بوده، اینکه اسمش چیه و از کجا اومده هنوز اعلام نکردن. بله خیلی ممنون، اگر هست بیایم داخل خیلی ممنون میشم. مهندس سیاوش خان، بله مرسی. خب حضورتون عرض کنم که بریم سر ماه آبان ماه. آبان ماه نزدیک هستش. میدونید که آبان ماه برای ما ایرانی ها این ماه ماه شاهانه، بزرگداشت شاهان. لازم کنید تولد محمد رضا شاه پهلوی در این ماه 4 آبان، تولد کوروش روز آره دیگه روز کوروش در 7 آبان در هستش، در آبان ماه 9 آبان زاد روز شاهزاده عزیزمون شاهزاده رضا پهلویه و به هر حال یک ماه استثنایی است که سال حضورتون عرض کنم که 96 مردم رفتن به آرامگاه کوروش در پاسارگاد و اونجا چه ملیگرایی واقعا از خودشون نشون دادن که رژیم زهر ترک شد. از اون به بعد نمیذاره جلوشونو میگیره، برشون میگردونه. تا حتی چند تا جوون دو پارسال بود مثل این که از این کوههای اطراف داشتن میرفتن بالا که از اون ور برن سر خاک کوروش. آقا این امنیتی های رژیم مأمورین سرکوبگر دنبال اینا کردن تو کوها، اینا رو گرفتن. با این باتومای وحشیشون یک کتکی به اینا میزدن. جرم اینا چی بود؟ میخواستن برن سر آرامگاه کوروش، اینم شد جرم؟ برای این کتکشون میزنید؟ چقدر دق میارید شما در وقتی که ما ایرانی ها اسمی از تاریخ باستانمون یا بزرگان تاریخ باستانمون میاریم؟ برای که ایرانی نیستید، برای که وحشت دارید که وقتی عرق ملی در ایرانی به وجود پدید بیاد بیرونتون میکنه. پدید اومده، حالا جلوشو بگیرید نذارید بره سر. حتی آرامگاه یعقوب رادمان نذاشتن
برن بچه ها. بابک، قلعه بابک رو از پایین میبندن نمیذارن بره. خب شما ها نذارین اون روز رو، نمیذارین بره روز بابک یا روز روزای دیگه که میتونن برن، اصلا نرن. در مغزشون که میدونن، در اندیشهش که میدونه که امروز روز هفته آبان، روز کوروشه، یا امروز روز بابکه. برای همینم هم میانونم هفته آبان رو همه ایران رو بکنید پاسارگاد، همه جا جشن بگیرید. به کوری چشم این جمهوری اسلامی که چشم نداره مظاهر تاریخ و فرهنگ پر افتخار گذشته ما رو ببینه، اونم کوروش، کوروشی که دنیا بهش افتخار میکنه، کوروشی که گزنفون کوروشنامه رو در چندین جلد نوشته، توماس جفرسون از روی کوروشنامه گزنفون آمده بیل آف رایت امریکا رو نوشته، خودش میگه 3-4 جلد از کوروشنامه رو داشته توماس جفرسون به زبونهای مختلف در کتاب خونش، هر جا میرفته این کوروشنامه باهاش بوده. روزه میکنید یه همچین شخصیتی رو هر کشوری داشته باشه باید واقعا حلوا حلوا کنه، چون که شاه کرد جشنهای 2500 ساله. اما اینا وحشت دارن چون اینا اصلا ایرانی نیستن، اینا ضد کوروشن، ضد فرهنگ ما هستن. برای همینم هم نمیذارن برید اونجا، نرید. ولی هر جا که هستید، در هر شهری که هستید، یه میدان بزرگ اون شهر داره، در میدان بزرگ اون شهر جشن بگیرید، جشن بگیرید به اندازه توانتون، شیرینی پخش کنید، آب نبات بدین، شم روشن کنید، هر کاری که میتونید بکنید. میدونم موزیکم بذارید ممنوعه، بالاخره یه جوری نشون بدید که خوشحالید. همون کاری که در چهارشنبه سوری میکنید حریفتون نشدن عاقبت، همون کار رو برای روز کوروش بکنید که حریفتون نشن. در آبان ماه هستش که ما ایران رو پس خواهیم گرفت از جمهوری اسلامی. ملاحظه میکنید در ماه آبان ایران رو پس خواهیم گرفت. پیش از این که کلیپ رو بذارم، اجازه بدید این رو بخونم که امنیانانمون همه جا پخش کردن در صفحات اینترنتی. میگه هم میهن دلیر و شجاعم، آبان 1400 با همت من و تو متوافدترین و حماسه‌سازترین آبان تاریخ ایران میشود. آبانی که آغازش با نام پادشاهان ایران ساز است و پایانش با سالگرد آبان خونین 98 است. آبانی که روزهای بزرگ و تاریخی را برای ما رقم زده و با بزرگداشت این روزهای عزیز و برپایی یک جشن ملی بزرگ، تیری بر قلب اهریمنان فرو خواهیم کرد. بله واقعا هم همینطوره، تیر هم تو قلبشون میره هم تو چشمشون میره. میگه باید با یاد نام پاک و ادامه راه جانباختگان راه آزادی آن را به بهترین شکل به پایان برسانیم. آبان 1400 پرشورترین و بهترین ماه روزهای ما خواهد بود. کافیست اراده کنیم و برخیزیم و دست در دست هم بگذاریم. با برپایی جشنهای بزرگ در سراسر ایران و اتحادمان لرزه به اندام دشمنان این مرز و بوم بیاندازیم. آبان ماه شاهان، آبان ماه میهن دوستان و شیر دلان. مهندس سیاوش خان لطف بفرمایید کلیپ شماره 1 رو هم بذارید، خیلی ممنون میشم. La 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 la
بله خب خدمتون بگم که این هم از این و بنابراین آبان رو فراموش نکنید، از همین الان تدارکش رو ببینید که جشن بزرگی برای آبان ماه برپا بکنید. یعنی انتقام خون کشته شدگان آبان 98 رو هم اینطوری میتونید بگیرید با برگزاری جشن و شادی، و حالا این خودش در واقع لرزه به اندام رژیم میندازه و بسیار وحشت زده میشه، کاری هم نمیتونه بکنه، چیزی نمیگید که جشن گرفتید. میخواست که راه جوانان ما در آبان ماه 98 ادامه پیدا نکنه، اینجوری نشون میدید که ادامه پیدا میکنه، ادامه داره و شماها نمیتونید جلوی ما رو بگیرید. لازم میکنید بله. اون وقت شما ببینید که این سفیر انگلیس، این که جدید اومده تو ایران، چه روی داره. وای 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 وای، خیلی خوشم میاد ازشون. این دیگه حالا خیلی هم خوب مثلا فارسی بلده، اون وقت میاد شعر حافظ میخونه. چه شعری میخونه؟ شعری میخونه که به نفع خودشونه، یعنی مردم رو در رکود نگه داره. این همه در واقع ابیات بسیار جالبی که حافظ داره برداشته، کدوم انتخاب کرده؟ حالا اجازه بدید اینو از سیاوش خان، مهندس سیاوش خان، خواهش کنم لطف کنم بذارن، ممنون میشم. شماره 2 هست، سفیر انگلیس داره شعری از حافظ میخونه. سلام. وقتی که من اینجا آمدم، من شنیدم که همه حافظ رو دوست دارن. به نظرم این یکی از بهترین غزلشون هست. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمی هست. بر اثر صبر نوبت ظفر آید. سلام. وقتی که من اینجا آمدم، من شنیدم که همه حافظ رو دوست دارن. به نظرم این یکی از بهترین غزلشون هست. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمی هست. بر اثر صبر نوبت ظفر آید. حالا بگو تو نمیخواد از حافظ بر ما بخونی؟ خیلی ممنون، متشکر و سپاسگزار میشیم که تو یکی نخونی از حافظ. صبر و ظفر هر دو از دوستان قدیمی هست. مردک، این همه شعر داره حافظ، این انتخاب کردی؟ یعنی صبر بکنید، هیچ کاری نکنید، هیچ اقدامی نکنید برای نجات خودتون و مملکتتون. بعد چرا؟ چون بر اثر صبر نوبت ظفر آید، یعنی وقتی صبر بکنید خود به خود پیروزی هم میاد. نه خیلی، همچی چیزی نیستش، نمیاد. این شعر دنباله داره، اول داره آخر داره، از وسط ابیات یه دونه یکیشو پیدا کردی داره میخونی، اینو میای میگی به مردم. حالا نمیخواد تو بگی، به اندازه کافی آخونده دارن میگن. چه روی داری واقعا، چه روی داره انگلیس واقعا. بله، به همین جهت هم هستش که گفتم به شدت، حتی خود این غربی ها به شدت از ملیگرایی ما ایرانی ها وحشت دارن، به شدت وحشت دارن، برای اینکه میدونن تنها چیزی که جلوی چپاول اینها و آخوندار رو میگیره و دست مؤممین رو از ایران کوتاه میکنه که اون وقت منطقه آزاد میشه، نه فقط ایران، همین مذهبه و مذهبم از طریق ملیگرایی ایرانیگری برکنار میشه. ملاحظه میکنید؟ چون اینا در انقلاب اسلامی اومدن چیکار کردن؟ اون مار خفته رو، همون مذهب رو که در ته مغز هر ایرانی متاسفانه چنبر زده بود، اون رو بیدار کردن. مذهب اومد جلوی ملیگرایی که رضا شاه و محمد رضا شاه در ایران ایجاد کرده بود رو گرفت و همینطور گروه ها و احزاب سیاسی با اینها همکاری کردن، با آخوندها ضد ملیگرایی، ضد ملیت و ضد ایرانیگری، و این آخوندیسم و مذهب رو علم کردن. الانم تنها راه نجاتش درست برعکسشه و اینو خوب میدونن. خمینی مگه نه که اومد
تا اومد گفت ما با ملیگرایی مخالفیم، ما با ملیگرایی. آخه درد تو چی که با ملیگرایی مخالفیم؟ میدونی که ملیگرایی تو رو بیرون میکنه از ایران، برای اینکه تو اصلا ایرانی نیستی، این مذهبت هم ایرانی نیست، دینت هم ایرانی نیست، و ما خودمون داریم همه چیز برای خودمون، و تو و اون مذهب تو اون تو همه رو بیرون خواهیم کرد و خودمون نجات میدیم. بر همه اساس با ملیگرایی مخالف بودی. از همون ابتدا دستور داد تمام کتاب‌های درسی رو پاکسازی کنن. از چی؟ از اشعار فردوسی لازم میکنی؟ داستان‌های شاهنامه، رستم و سهراب. بعد چی گذاشت؟ نوجوانی از فلسطین، اصحاب فیل، نمیدونم امام صادق، نمیدونم فلان، اینا رو، اینا رو جایگزین اشعار فردوسی، که فردوسی بزرگترین شاعر ملی ما هستش که زبان فارسی رو بر ما زنده نگه داشت، جانشین اون کرد، جایگزین اون کرد. لازم میکنید به این ترتیب. ولی الان جوانای ما برگشتن، یعنی آمدن فکر کردن که چرا اینقدر بدبخت شدن که اینقدر خوشبخت بودن در زمان شاه، دلیلشو متوجه شدن و دارن اقدام میکنن. ببینید سخن خمینی رو، بعد بریم سر سخن هفته. مهندس سیاوش اگر لطف بفرمایید ممنون میشم. کلیپ شماره 3 خیلی ممنون میشم. ببینید خمینی چی میگه. ما خاندان پهلوی مهری جز مهر ایران و عشقی جز سرفرازی ایرانیان نداریم. اسلام آمده است که این حرفای نامربوط را از بین ببرد. دیگر بیگانه و بیگانه پرست را امکان رخنه در بنای استوار حاکمیت ملی ما نخواهد بود. افراد ملی به درد ما نمیخورند، افراد مسلم به درد ما میخورند. اکنون سرنوشت ایران تنها به دست ایرانی با نیروی ایرانی و به خاطر ایران تعیین می شود و همواره نیز چنین خواهد بود. اسلام با ملیت مخالف است. معنی ملیت این است که ما ملت را می خواهیم، ملیت را می خواهیم و اسلام را نمی خواهیم. اون مردی که در خارج گفت که اول من ایرانی هستم، ملی هستم، دوم ایرانی هستم، سوم اسلام، این اسلام نی، تو سوم هم اسلام نی. بله، چه حرفی میخوره. میگه معنی ملی اینی که یعنی ما ملت رو میخوایم، ملیت رو میخوایم، ایران رو میخوایم. خب آره دیگه، هم اینا رو میخوایم. چه حرفی میخوره. میگه اول گفته من اول دوم ایرانیم، دوم ایرانیم، سیوم مسلمانم. خب این اسلام نیست. نمیخوایم، ورد و برو اسلامتو، نمیخوایم. بابا جون بیچاره کردی ملت ایران 43 سال، اصلا منطقه رو بیچاره کردید. نمیخوایم آقا جان، برده ببر پیش ارباب انگلستان. آها، یه مسجدی هم در کل ساختن، بهش اجازه میسی که در پی اینن یا گرفتن که بتونه از اون بگه توی بلنگو. به به، همین مونده، همین مونده. خب بریم بر سر سخن هفته. سخن چی هفته چی بود؟ در رابطه با این بود که چگونه روس و انگلیس که به ایران حمله کردن در جنگ جهانی دوم بدون هیچ دلیل موجهی به ایران، کشوری بیطرف در جنگ، نیمه شب حمله کردن. انگلیس ها همزمان در یک روز و یک ساعت، انگلیس ها از جنوب و روس ها از شمال، که در واقع هدف انگلستان این بود که دست رضا شاه رو از ایران کوتاه بکنه که بتونه مثل دوران قاجار که ایران رو چپاول میکرد دوباره چپاول بکنه. و با بودن رضا شاه و پهلوی ها ابدا چنین چیزی امکان پذیر نبود. البته انگلستان خیلی تلاش کرد که نگذاره محمد رضا شاه جانشین پدر بشه، خیلی کوشش کرد، ولیکن موفق نشد. یعنی کسی رو که میخواست بیاره جای محمد رضا شاه، حمید قاجار، پسر برادر احمد شاه بود که این در نیروی دریایی انگلیس خدمت میکرد
و اصلا زبان فارسی بلد نبود. از طرف دیگه مردم ایران به شدت به محمد رضا شاه علاقمند بودن، ولیعهد به شدت دوستش داشتن، ولیعهد رو اصلا شیفتش بودن، به طوری که وقتی که رضا شاه استعفا داد و محمد رضا شاه رفت به مجلس که قسم بخوره برای پادشاهی سوگند یاد کنه، اصلا برگشتش اتومبیلش رو مردم روی دست گرفته بودن میبردن، اینجوری دوستش داشتن که حتی نماینده های انگلیس در ایران اینو در گزارششون گفتن، در اسناد وزارت خارجه هستش که این سر ریدر بولارد که خیلی دشمن ملیگرایی ایرانی و رضا شاه و پهلوی ها بود، نوشته برای دولت خودش که خیلی تعجبه، مردم به شدت به او علاقمندن و او رو دوست دارن. چرا تعجبه؟ برای اینکه خدمت کرده پدرش به ایران، خودش هم بی نهایت انسان پاکی بود و مردم دوستش داشتن و نمیتونستن اون رو حمید قاجار رو بیارن، مردم قیام میکردن، امکان نداشت قیام نکنن و این رو امریکا هم پذیرفته بود که مردم قیام خواهند کرد و به انگلیس ها هشدار میده که ما الان در جنگ هستیم، جنگ جهانی هستیم، نمیخوایم که در این منطقه هم دوباره درگیر جنگ بشیم. لازم میکنی؟ اگر نه هم اصلا را دستشون نبود که محمد رضا شاه پادشاه بشه بره مجلس سوگند بخوره. حتی به فروغی که نخست وزیر رضا شاه بود پیشنهاد داده بودن که تو بیا رئیس جمهور شو. ببین چقدر اینا زور میزنن که جمهوری بیارن تو کشورهای ماها که بعد بتونن بچاپمون. خودتون چرا پادشاهی دارین برای ماها میخواین حتی همیشه جمهوری بیاری؟ نمیخواین جمهوریتونو. آقا جمهوری نمیخواین. نظر میکنین؟ بلکه فروغی نپذیرفته بود و گفته بود نه، من هیچ کس دیگه نمیتونه جمهوری بشه، برای اینکه ولیعهد بسیار بسیار عزیزه، یعنی محمد رضا شاه که واقعا هم بود. به هر حال خدمتتون بگم که تا به اونجای گفتیم که به ویژه روس‌ها همینجور داشتن استان‌های شمالی و شهرهای شمالی ما رو بمباران می‌کردن، حتی تا سلطنت آباد رو بمباران کرده بودن که وزیر خارجه ایران سهیلی سفیر روس در ایران رو فرا میخونه و با اون مذاکره میکنه و میگه که بشی این کار میکنید و ما که هرچی شما خواستین، اون تمام خواسته های غیر منطقیشون رو قبول کردیم، اسبای آلمانی رو گفتیم بیرون کنیم، خب بیرون کردیم، بقیهشون هم بیرون خواهیم کرد، راه بدید که برن از طرف ترکیه برن آلمان اینا. برحال خدمتتون میگم که با اینکه دولت ایران خواسته های غیر منطقی دولت روس و انگلیس یعنی استالین و چرچیل رو پذیرفت، واقعا خواسته هاشون غیر منطقی بود. آخه یعنی چه اسبای آلمانی که در اینجا زندگی میکنن رو نمیدونم باید بیرون بکنین؟ اینا یه سری تکنسیان و مهندسین بودن که آمده بودن برای نوسازی هایی که رضا شاه میکرد، فقط هم اونا نبودن، گفتم دانمارکی ها بودن، هلندی ها بودن، خود انگلیسی ها بودن، خیلی ها بودن از کشورهای مختلف آمده بودن، منتها مهندسین آلمانی و تکنسیان هاشون ارزون تر از جاهای دیگه بودن. این بود که رضا شاه بیشتر گرفته بود از این منطقه. خب وضعیت ایران بعد از قاجار که به امریکت ورشکسته بود و رضا شاه با مکافات داشت این نوسازی ها رو میکرد، هم کارشون خیلی خوب بود هم خیلی ارزونتر میگرفتن، خب بنابراین رضا شاه بیشتر از اون آورده بود. حالا اینا هم گفتن اینا رو بیرون کنین، اینا جاسوسن. بابا جون جاسوس تو خاک ایران چی کار میکنه که اصلا تو جنگ شرکت نداره، بی‌طرفه؟ برحال بهانه بود دیگه، بهانه بود. خب بعد با اینکه حالا دولت ایران پذیرفت که بیرون کنه، یه سرشون هم بیرون کرده بود و اینا، حالا چیکار کردن؟ حالا اومدن گفتن که این اتباع آلمانی که در ایران هستن، این تکنسیان ها و مهندسین و غیره رو، اینها رو باید بدین تحویل ما بدین، یعنی تحویل روس و انگلیس بدین که بکننشون تو زندان. ای بابا اینا که تو جنگ شرکت نداشتن، تو ایران که یک کشور بی‌طرفه دارن کار میکنن.
بزنشون آخه به شما که چی بشه؟ و این خیلی اصلا به دور از در واقع انصاف بود و مردم ایران ناراحت می شدن. و گفتم هفته پیش خوندم یا نه، به هر حال دکتر صدیق میگه که تحویل اتباع آلمانی، تحویل اتباع ممالکی که با ایران روابط اقتصادی و عادی داشتن به نظر مردم مخالف مردانگی بود. رضا شاه هم از این امر متأثر بود و قرار شد این تأثیر عمومی در جراید و رادیو ابراز شود. و همین جهت در 19 شهریور این تأثیر، یعنی این تأثیر عمومی، از طریق سرمقاله روزنامه اطلاعات به اطلاع مردم رسید و این سرمقاله در رادیو تهران هم خوانده شد، اما با واکنش شدید روس و انگلیس مواجه شد، به طوری که انگلیس ها حتی روزنامه اطلاعات رو برای مدتی توقیف کردن. و به شما بگم این که ببینید چه قدرتی داشتن که روزنامه اطلاعات رو در ایران اینا توقیف میکنن. خب کش ارتششون تو خاک ایران بود دیگه، هر کاری دلشون میخواست میکردن دیگه. برها و حضورتون عرض کنم که به شما این موضوع بگم که روس و انگلیس ایران رو اشغال کرده بودن، ولی هنوز بودن رضا شاه در ایران برای اینها مهره بسیار خطرناکی محسوب میشد، چون رضا شاه نمیتونست مثل دو پادشاه ما قبل خودش، مثل محمد علی شاه قاجار که نوکر روسا بود و سرسپرده روسا بود و مجلس شورای ملی رو توسط ارتش روس و سرهنگ لیاخوف به توپ بست، یا مثل احمد شاهی که نوکر انگلیسا بود و پول گرفته بود و قرارداد 1919 امضا کرده بود و ایران رو فروخته بود، نمیتونست مثل اینا باشه. رضا شاه نمیتونست آلت فعل بیگانگان باشه. چرا؟ چون ملی بود. حالا برای همینه که خمینی و سایرین دشمنان ایران با ملیگرایی مخالفن، چون رضا شاه ملی بود، وطن پرست بود. و اینها بودن رضا شاه در ایران رو برای خودشون یه خطر بزرگ میدیدن، چون که همین سفیر انگلیس در ایران سر ریدر بولارد می نویسه، علاوه پای اسناد وزارت خارجه بریتانیاست برای شما می خونم، میگه شاه هرچه زودتر برود بهتر است، یعنی رضا شاه، این زمان رضا شاه شاهه. شاه به دولت خودش می نویسه، در گزارشی که به دولت خودش، دولت مطبوع خودش می نویسه، به وزارت خارجه انگلیس می نویسه، سری دربلارد می نویسه شاه هرچه زودتر برود بهتر است. واضح بود که نمایندگان دیپلماتیک ما در تهران هر دو متقاعد شده بودند که با بودن او، یعنی رضا شاه، هیچ کاری نمی شود کرد. سری دربلارد میگه شاه باید هرچه زودتر بره، یعنی رضا شاه، و میگه بر همین هم واضح بود که نماینده های دیپلماتیک ما در ایران هر دو به این نتیجه رسیده بودن که با بودن رضا شاه در ایران هیچ کاری نمیشه کرد، چپاول نمیتونیم بکنیم، مناطق رو دوباره تو دستمون بگیریم و بعد ایران رو با روسیه بین خودمون تقسیم کنیم تا وقتی رضا شاه باشه که نمیتونیم کار رو بکنیم، هیچ کاری نمیشه کرد. خب این بولارد همچنین به سهیلی وزیر خارجه ایران گفت شاه مشغوله، یعنی رضا شاه مشغوله، تا من نمیکنم دقیق بفرمایید، تاریخ بسیار مهمه، کسی نگفته، خود منم تا بال نگفتم، برای این دقیق بفرمایید، جالبه بدونید. به سهیلی میگه که بولارد وزیر خارجه، سفیر انگلیس در ایران، به سهیلی که وزیر خارجه ایرانه، میگه شاه، یعنی رضا شاه، مشغول تحریکات زیادی علیه ماست و ما بهتر از فعلا مذاکرات را قطع کنیم.
تا تکلیف شاه روشن بشود و مادام که رضا شاه در اریکه سلطنت قرار دارد هیچ قدمی در راه التیام روابط برداشته نخواهد شد. بله چی میگه؟ میگه رضا شاه مشغول تحریکات بر علیه ماست. معلومه اگرم تحریک نکنه بر علیه شما آدم تعجب میکنه. رضا شاهی که با هزار مکافات و مشکل و دردسر شماها رو بیرون انداخته بود، در عصر قاجار تمام قدرت رو در دست داشتین، با هزار مکافات شما رو بیرون انداخته بود، مسلمه که طاقت نمی آورد که دوباره شما با ارتشتون بیارین تو ایران و مناطق نفوذی تشکیل بدین، جنوب ایران مال شما باشه، شمالش مال روسا باشه. معلومه که اقداماتی خواهد کرد برای نجات مملکتش. و به حال این بولارد به سهیلی وزیر خارجه ما میگه که تا زمانی که رضا شاه در اریکه سلطنته، یعنی تا زمانی که اون پادشاه ایران هست، هیچ قدمی در راه التیام روابط برداشته نخواهد شد، هیچ قدمی برای خوب شدن روابط صلح اینا نمیتونیم برداریم. یعنی شاه باید از ایران بره، یعنی رضا شاه باید از ایران بره. یه زید نادون عقده‌ای ضد رضا شاهی به من گفتش که آره رضا شاه وقتی که روس و انگلیس به ایران حمله کردن رضا شاه فرار کرد از ایران. گفتم چی فرار کرد؟ تو آخه چی میدونی از تاریخ حرف بی خودی میزنی؟ چرا اصلا فرار کنه؟ آره چون خفیه‌اش دیگه از بین رفته بود. میگم خفیه چیه این دیگه؟ چیه کتابای وزارت ارشاد جمهوری اسلامی رو میخون؟ این چرندیات تو به من تحویل من میداد. گفتم این حرفا چیه؟ تو اسناد وزارت خارجه بریتانیا که تو دسترسی نداری، تاریخ دانا دسترسی دارن، کاملا واضحه که مبرهنی که اصلا دولت انگلستان رضا شاه رو به تبعید برده، اونم به زور. الان هم این داره میگه دیگه، این در اسناد وزارت خارجه بریتانیا است این گزارش، که میگه تا زمانی که شاه بر اریکه سلطنت باشه هیچ قدمی در راه التیام روابط برداشته نخواهد شد. ملاحظه میکنی؟ اینها در واقع بهانه هایی بود که انگلیس ها میگرفتن تا بتونن رضا شاه رو از ایران ببرن. ولی که تا زمانی که رضا شاه بود اینا گفتم نمیتونستن به اون اهداف کثیفشون دست پیدا بکنن. در ضمن گفتم خدمت اگر رضا شاه این کارو میکرد واقعا خب حق داشت. به حال شما به ایران حمله کرده بودین نیمه شب، ساعت 3:30 نصف شب حمله کردین، کل نیروی دریایی ما رو کشتین. کسایی که در خواب بودن از خواب تازه بیدار شدن، صدای توپ و تفنگ اومد، با کلک اومدین تو آبهای اروندرود با هزار دوز و کلک، گفتید ما میخواییم از خرمشهر دیدن کنیم. دروغ میگفتید، انقدر وحشت داشتید از رضا شاه. اقلا میخواستید مرد و مردونه واسید بجنگید، نه با کلک بیاد بگید ما میخواییم دیدن کنیم از خرمشهر، بلکه دریادور بایندور بیاد به پیشوازتون، چون بیطرف بودیم دیگه، بگه که خیلی خب بیایم بریم دیدن کنیم، بعد بگید نه الان شب نزدیک، ما فردا دیدن میکنیم. بعد نصف شب از نزدیک دو ناو دریایی ما داشتیم، دو ناوگان در نیرو دریایی ما زمان قاجار نداشتیم، که اینا رضا شاه با هزار بدبختی تهیه کرده بود، از ایتالیا خریده بود که نامهاش هم خودش گذاشته بود، ناو ببر و پلنگ. از جلو مورد حمله آتش های توپتون قرار دادید، انقدر نامردانه ناجوانمردانه به ایران حمله کرده بودید. دو ابرقدرت جهان اون روز با هم دست به یکی شده بودی، تازه اونم اینجوری، اعلام جنگ هم نداده اینجوری، تازه با کلک. به هر حال تا کجا گفتم؟ بله، تمام پرسنل دریایی ما رو کشتن از دم. خب معلومه که رضا شد دلش میسوزه، اون دو ناومون هم غرق کردن، دلش میسوزه، میخواد یک کاری بکنه برای مملکتش. به هر حال و به دنبال راهی باشه. به هر حال خدمتتون بگم که
انگلستان و روسیه، روسیه شوروی نزدیک 5 سال در خاک ایران موندن و خاک ایران رو اشغال کردن و روند توسعه ایران در این مدتی که ارتش روس و انگلیس در خاک ایران بودن متاسفانه متوقف شد دیگه. به ویژه انگلیس ها که از توسعه صنعتی ایران بسیار بسیار خشمگین بودن، هرس میخوردن، بسیار هرس میخوردن که ایران یک پیشرفت کشور پیشرفته مستقل نشه. به طوری که ما میبینیم بولارد، امیر سریده بولارد در گزارشش به صراحت این موضوع رو مینویسه که از توسعه صنعتی ایران ناراحتن. اینن میخونم برای شما این گزارش رو بر پایه اسناد وزارت خارجه بریتانیا، برای شما اینو بخونم حضورتون بگم که بولارد در رابطه با توسعه صنعتی ایران در دوران رضا شاه مینویسه در زمینه‌های احداث راهن، راهندازی رادیو، حضورتون عرض کنم که کارخانه ذوب آهن کرج، کارخانه های قند، سیلوهای بزرگ، کنسرو سازی بندر عباس و سایر اقدامات رضا شاه زمینه ساز بروز مشکلات برای انگلیس هست. چرا؟ چرا؟ چه مرگت تو؟ اگر تو ایران رضا شاه راه آهن میسازه و کارخونه کنسرو سازی میسازه و کارخونه نمیدونم ذوب آهن میسازه و کارخونه های قند میسازه، چرا برای انگلیس مشکل سازه؟ ها میخواد که ایران همیشه محتاج کشورهای شما باشه، خودش اینها رو درست نکنه که بعد شما تو سرش بزنید و هر جور دلتون خواست قیمت رو بالا پایین ببری. برای همینم از توسعه صنعتی رضا شاه نگران و ناراحت هستید و در گزارشت می‌نویسی که اینا مشکل سازه برای ایران، برای ما، برای انگلستان. خوب دقت بفرمایید، تا به حال اینا هیچ کس نگفته. اسناد وزارت خارجه بریتانیا است، دارم خدمتتون میگم. راضی می‌کنید؟ و بولارد از اینکه کارشناسان آلمانی در واقع یاری رسان و کمک رسان دولت ایران در این زمینه ها بودن، در این طرح ها ابراز ناراحتی میکنه در گزارشی که میده. لازم میکنی ابراز ناراحتی میکنه که آره داره پیشرفت میکنه و این مهندسین آلمانی خود داره کمک میکنن، به سرعت دارن پیش میبرن فلان فلان، و این عذاب میده دولت انگلیس رو هنو پیش از اینه که به ایران حمله بکنه. نظر میکنی این گزارش رو داده که این چیزایی که ساخته رضا شاه برای ما درد سرساز میشه. چه درد سری به تون میخواد برسونه؟ و اینکه میخواد یک کشور مستقل بشه، ها، صنعتی بشه، رشد بکنه و دیگه دست بالش به شماها آویزون نباشه. حالا هم که اومدید این تو با 1000 کلک حمله کردید اومدید تو، حالا میخواید رضا شاه رو به تبعید ببرید، از ایران ببرید بیرون و با خودتون میگی خب محمد رضا شاه یه پسر 21 ساله بچه است، میتونیم هر بلایی درمون میخواد سرش بیاریم. آره دیگه، اصلا اونو که نمیخواستیم بذاریم پادشاه بشه، میخواستین از اصل نسل قاجار خیر دیده بودید، ای مفخوری کرده بودید، به اونا یه پولی داده بودید، ایرانو چاپیده بودید، مثلا الان جمهوری اسلامی بود که اینقدر امتیازات گوناگون به چین و روسیه و انگلیس و اون و اون داده، مال انگلیس و اینا بعدا صداش در میاد. لازم میکنی اونا همیشه مخفیانه قرارداد میبندن، کسی خبردار نمیشه، بعدا این دولت که ساقط چه تازه معلوم میشه که چه امتیازات انگلیس از ایران گرفته بوده یا آلمان یا فرانسه. لازم میکنی الان مال صدای چین و روسیه رو میذارن ما بشنوید، بقیه رو نمیذارن. او اون زمان قاجار هم ترچی امتیازات، حتی امتیازات درخت های زیتون رو هم گرفته بودن، یعنی از درخت زیتون میخواستن صابون بسازن نمیتونستن، میخواستن زیتون بگیرن نمیتونستن، از پوستش استفاده میکردن، پوست درخت برای کاغذ سازی استفاده میکردن نمیتونستن، هیچی هیچی.
اصلا یه چیز عجیب غریبی میام یه دفعه امتیازاتی که قاجارا به انگلیس و روس داده بودن و همطور فرانسه براتون میگم، و حالا رضا شاه ایران رو مستقل کرده بود، این بود که اینا داشتن دق می آوردن، واقعا داشتن دق می آوردن. خب شما تا همینجا رو داشته باشید تا من هفته آینده در این رابطه توضیح بدم که حالا که ببینیم چگونه بی بی سی علیه رضا شاه تبلیغ میکرد و در کل کاربرد تبلیغاتی رادیو در این سالها چه تأثیری روی تا چه حد اثرگذار بوده روی مردم. لازم میکنید در این رابطه هفته آینده سخن میگیم. به پایان برنامه رسیدیم، فردا هم با شما هستیم در رابطه با انقلاب اسلامی 57، نقش ملی مذهبیون و به ویژه بنی صدر رو که به تازگی رفته بغل دست خمینی، هم راجبش توضیحات بیشتری میدیم که بشناسید این بچه آخون رو چقدر به ایران ایرانی صدمه زده این مرد واقعا. با سپاس فراوان از کارگردان گرامی برنامه مهندس سیاوش خان عزیز، برای شما نازنینان شب و روز خوشی را آرزو می‌کنم. روز روزگار خوش.